سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در آدینه دیگر با برنامه دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم، و البته با تأکید بر این عبارت همیشگی مبنی بر این که و باز در آدینه ای دیگر. گذار روزگار و ایام عمر رو در این واژگان میتوان به صراحت به تماشا نشست. برنامه امشب جمعه 30 مهر ماه ایرانی برابر با 22 اکتبر 2021 میلادی رو با هم میبینیم با مجموعه مطالب منتخب از مجموعه رسانه های متنوع در غیاب مطبوعات چاپ تهران. قبل از هر چیز اشاره کنم که مجدد ابراهیم رئیسی به قول خودشون روزی در یک هفته و هفته یک بار سفرهای استانی می کند. این بار به اردبیل رفته بود، می دیدم که مورد توجه و استقبال مقامات استانی واقع شده. اتفاقا مایلم که بخش از این خبر رو با هم ببینیم، بعد من یک خبر مرتبط، دو خبر مرتبط با این رویداد دارم که تحلیلی تر هست، اون رو با در واقع تحلیل خواهیم کرد. عذرخواهی میخوام یک لحظه کلامم به درستی منعقد نشده بود. آقای ابراهیم رئیسی همون گونه که در تصویر میبینید گویا به اردبیل سفر کرده و از ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری استان اردبیل برای توسعه سخن میگوید. در حال ایشان وارد فرودگاه شده که حسب یک روال معمول و رویه همیشگی مقامات جمهوری اسلامی قبلا یک کودک شهید یا فرزند شهید رو می آوردن که به استقبال این مقامات جمهوری اسلامی. الان گویا فرزندان شهید خب دیگه از دوران کودکی سنها به بالا رفته و اخیرا که یک مورد خودسوزی کرده، میخوام به اونم بپردازم، دیگه نوه شهدا و نوه جانبازا رو میارن. گوشه از این رو ببینیم برمیگردم. جناب آقای دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، سلام علیکم. این جانب اسرا فخیمی، نوه جانباز شیمیایی حاجالله شور فخیمی، از طرف خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم ولایت مدار استان اردبیل، مقدم جنابالی را به دیار زرخیز شهرستان مرزی پارسابات گرامی می‌داریم. ابراهیم رئیسی رو می‌دیدیم که در سفرهای استانی هفته یک بار خودش به اردبیل رفته، این بار بعد از یک هفته در واقع انتقادهای شهروندان ایرانی مبنی بر خطاهای کلامی ایشان، بی برنامگیش و همینطور ناکارآمدی عیان ایشان، علی‌رغم همه این موضوعات به یک بار دیدیم که مجدد صدایی در جهان غرب بلند شد مبنی بر اینکه رئیسی نیامده محبوب ملت ایرانه. یعنی گزارش گالوب از این تیپ رسانه های افکار سنجی یا بعضا مطبوعات و رسانه ها و مؤسسات رسانه ای که مدام به نحوی از آنها تلاش میکنند تا سرپوشی بگذارند بر ناکارآمدی مردان جمهوری اسلامی، که این بار نظرسنجی گالوب عملا با ارائه این اطلاعات که 72% از ایرانیان از عملکرد رئیسی رضایت دارند، موجی از انتقادات روزنامه‌نگاران مستقل و ایرانی‌های منتقد نظام را برانگیخت. اما ماجرا چه بود که مورد استقبال خبرگزاری فارس هم واقع شد؟ میخوام بخشی از این گزارش رو اشاره کنم که چگونه برخی از مؤسسه ها و رسانه ها و انستیتو ها یا حالا تحت عنوان نظرسنجی یا رسانه‌ای به حمایت از مردان جمهوری اسلامی میان، چراییش رو در حد گمانه میتونم مطرح کنم. حسب گزارش رسانه ها و منابع خبری داخل و خارج ایران، گالوب همون مؤسسه نظرسنجی مدعی شده که 72% از شرکت کنندگان از عملکرد ابراهیم رئیسی رضایت دارند. مرکز افکار سنجی گالوب در توضیح درباره این نظرسنجی نوشته در این پیمایش که تنها چند هفته بعد از ریاست جمهوری رئیسی انجام شد، اکثر ایرانی ها از عمل کرده او ابراز رضایت کردند. این داده ها از پیمایشی که گالوب 3 هفته بعد از روی کار آمدن رئیسی انجام داده، که در واقع از 24 تا 31 آگوست بود، به دست آمده. گالوب عمل کرده رئیسی رو با آقای حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران، مقایسه کرد و نوشته که او هرگز در دوران ریاست جمهوریش موفق به کسب رضایت اکثریت در نظرسنجی های این مرکز نشد. در آخرین نظرسنجی گالوب
در دوران روحانی که نوامبر 2020 انجام شده بود، تنها 32% از ایرانیان از عملکرد او ابراز رضایت کردند. من همینجا باید یک نکته رو اشاره کنم که اولا خب در اون فقط یک قیاس تطبیقیه، در اون ارائه گزارش ها و عملکرد 100 روز یک بار، در 100 روز نخست چرا روحانی هنوز تا حدودی محبوب بود و مورد توجه برخی از افکار عمومی بوده، اما از اینکه روحانی به عنوان یکی از کسانی، یکی از رؤسای جمهوری که بسیار انزجار جمعی جامعه ایران رو علیه خودش در واقع داشت، یک علت همانا تجمیع قدرت و حملات هماهنگ ارکان سخت قدرت جمهوری اسلامی علیه آقای روحانی بود. یعنی به طور مشخص کاری میکردن که ناکارآمدی ها و انزجار جمعی علیه ولی فقیه، علیه خامنه ای به نحوی منتقل شود به سمت روحانی، یا به تعبیر دیگر میتوان گفت که آقای روحانی خود این آمادگی رو داشت که ضربگیر رفیق دیرپای خود یعنی خامنه ای بشود، ضربگیر ولی فقیه شود. نوعی تفاهم نانوشته، نوعی وفاق اندرون خانه بوده علی ای حال. اما بایستی بدونیم که چرا گالوب به چنین نتیجه رسیده که آقای رئیسی در طول مدت کوتاه محبوبیت داره. میشه دوتا عامل رو مطرح کرد. خب یکیش مقوله واکسیناسیون بوده، به محضی که خب به یاد داریم که آقای روحانی وقتی که در واپسین روزها رو سپری میکرد، شایعاتی بوده مبنی بر این که واکسن ها رو نمیارن، در گمرک دپو شده، ما شاهد کشتار بعضا تا روزی 1000 نفر آمار رسمی کشتار هموطنامون بودیم. به محضی که آقای رئیسی مستقر شده، گویا نهادهای امنیتی و سپاه همه واکسن ها رو آزاد کردن. پس این عامل نمیتونه بی تأثیر باشه در این آماری که ارائه شده. علی ای حال، همون گونه که اشاره کردم، واکسیناسیون گسترده کرونا یکی از دلایل افزایش رضایت احتمالی ایرانی ها از عملکرد رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران عنوان شده. گالوب می نویسد رئیسی حتی قبل از روی کار آمدن برنامه‌ای برای مقابله با بیماری کرونا اعلام کرده بود. طبق نوشته این مؤسسه نظرسنجی غربی، تا قبل از انتخاب رئیسی در ماه ژوئن تنها 5% از جمعیت ایرانی واکسینه شده بودند. از آن زمان به بعد میزان افراد واکسینه شده به نزدیک 50% رسید. گالوب مدعی شده که افزایش دسترسی به واکسن از منابع غیر غربی و تأکید دولت جدید به اقدام برای مقابله با بیماری همگیر احتمالاً عامل افزایش اعتماد مردم ایران به دولت کشورشان بوده. البته یک گزارش بسیار سویمند و جهتداری هم بوده که اصلا ذهن برخی از کارشناسان رو به این سمت کشانده، با توجه به اینکه بعضن نهادهای غربی از این تیپ کارها میکنن، یعنی با دریافت هدایای ویژه، هدایای گران سنگ یا رخنه کردن برخی از نیروهای موسوم بچه شیعه از کودکی تربیت میشن و به این مؤسسات راه پیدا میکنن، در دستکاری احتمالی، در جهت بخشی نتایج آماری ایفای نقش میکنن. و از این منظر من کمی بدگمانم هستم که یه مؤسسه مثل گالوب این میزان به تقدیس و به اطلاع و به اهتمام و احترام شخصی مثل رئیسی بپردازد کمی نامتعارف میاد، مخصوصا جایی که در بخش پایانی این گزارش مدعی میشود که اگر رئیسی بتواند در مقابله با بیماری کرونا و بهبود زندگی ایرانیان موفق عمل کند، این کشور احتمالاً در برابر فشارهای خارجی هم مقاومتر خواهد شد. این خط، این ادبیات، ادبیات خط مقاومتیه. هستن روزنامه نگارانی که با اندیشه های نزدیک به جمهوری اسلامی بدون صدا در این رسانه ها حضور پیدا می کنن، رخنه پیدا می کنن با پول های کلان، با دلار های زیاد، با هدایای نفیس، و می تونن تأثیر خودشون رو در نگارش مطالب بذارن که من شخصا رو این موضوع مشخص تا حدود زیادی همین نگاه و انگاره ذهنی رو دارم. حتی جایی گالوب تصریح کرده که رئیسی با اندوخته ای از حسن نیت در میان مردم ایران روی کار آمده، اما اگر دولت او نتواند به وعده هایش برای مقابله با کرونا عمل کند، رضایت او به شدت متنزل خواهد شد. خب همین عبارت جای ابهام داره که خب واقعا آقای رئیسی با اندوخته ای از حسن نیت نیومده که هیچ، با پایین ترین میزان مشارکت شهروندان ایرانی وارد میدان انتخابات شده. این اون خط مقاومتی که من میگم، اشاره میکنم که در حوزه رسانه های خارجی، در حوزه مؤسسات به اصطلاح نظرسنجی هم رخنه کرده، محتمل تر و قوی تر هم به نظر میاد، چیزی رو که من اشاره کردم. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. در حوزه برجام جدال ها و موجی از جدال ها
ادامه داره، از اظهار نظر وزیر خارجه بریتانیا گرفته تا تازه ترین دیدار مقامات کشور پادشاهی عربستان با مقامات اروپایی، همه یک سیر جدید و تازه رو نشون میده که من میخوام در اون رابطه یک نکاتی رو اشاره کنم. به طور مشخص وزیر خارجه کشور انگلستان گفته که برنامه هسته‌ای ایران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است. خانم لیز تراس گفته که جهان نمیتواند شاهد دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. وزیر خارجه بریتانیا در سفر به عربستان سعودی گفت که برنامه هسته‌ای تهران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده. جالب اینجاست که بخشی از این حضورها در کشور پادشاهی عربستان هستش. این میرسونه نقش کشور پادشاهی عربستان رو در تنظیم سیاست ورزی های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، برخلاف جمهوری اسلامی که با اعزام نظامیان خود به آستاراخان و روسیه در سوی دیگر میکوشد، اما سیاست گذاری واقعی در خاورمیانه گویا در ریاض اعمال و تنظیم می شود. خانم تراس که با روزنامه الشرق الاوسط گفتگو می کرد درباره بازگشت ایران به میز مذاکرات گفته که پرونده هسته‌ای ایران به مرحله پیچیده‌ای رسیده است. به گفته او تأخیر ایران در بازگشت به میز مذاکرات از فرصت‌های دیپلماسی برای حل مسئله می کاهد. بایست اشاره کنم که جمهوری اسلامی از خرداد ماه امسال عملاً میز مذاکرات رو ترک کرده و وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید به زودی و پس از بررسی های لازم تهران به مذاکرات باز خواهد گشت. این در حالی است که طرف های برجام و امریکا میگویند فرصت جمهوری اسلامی نامحدود نیست و در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات تمامی گزینه ها برای رسیدگی به برنامه هسته ایران در نظر گرفته می شود. خب همون گونه که اشاره کردم، پادشاهی عربستان و سیاست ورزی ها در ریاض حول برنامه هسته ای ایران وارد مرحله تازه‌ای از رایزنی ها بین مردان کشورهای مختلف در حوزه هسته ای شده، تا جایی که آنریک مورا در واقع تازه ترین دیدار رو در کشور پادشاهی عربستان داشته. آنریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای با ایران موسوم به برجام در ریاض با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه گفته که فیصل بن فرحان و آنریک مورا درباره تحولات مرتبط با مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران و تلاش های بین المللی برای حصول اطمینان از عدم نقض توافقها و معاهدات بین المللی توسط ایران گفتگو کردند. در این بیانیه اشاره شده بود که دو طرف همچنین در خصوص تقویت اقدامات مشترک برای متوقف کردن حمایت های ایران از فعالیت های تروریستی که امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه و جهان رو تهدید میکند نیز رایزنی کردند. که این نکته بسیار مهمی است، همون در واقع برجام پلاسه. یعنی اگر مذاکرات ادامه پیدا کنه فقط در حد مهار مسائل هسته‌ای باقی نخواهد ماند، دو تا موضوع دیگری رو هم شامل خواهد شد و بایست جمهوری اسلامی به اون تمکین کنه، که اتفاقا همین نکته ها اون نقطه ثقل تأخیر جمهوری اسلامی برای حضور در وین هستش. یکی مداخلات منطقه‌ای مخصوصا در یمن، در شامات و خیلی جاهای دیگه هست که خب کشورهای منطقه‌ای از این موضوع آزرده هستن. نکته دوم هم مهار موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی است که خب خیلی از کشورها احساس خطر می‌کنند، خاصه جمهوری اسلامی در سیاست رسمی خودش بیان می‌کنه که فلان کشور منطقه می‌بایستی به طور کامل محو بشه. طبیعتاً داشتن سلاح‌های دوربرد می‌تواند به عنوان یک خطر بالقوه در کشتار جمعی محسوب شود که جهان در این رابطه اظهار موضوع می‌کند. علی ای حال در حالی آنریک مورا با وزیر خارجه عربستان دیدار کرد که روزهای گذشته دیشبم اشاره کرده بودم، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز به عربستان سفر کرده بود و فیصل بن فرحان در خصوص برجام مذاکره کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی هم هفته گذشته در واشنگتن هشدار داد که شتاب فعالیت‌های هسته‌ای ایران جهان رو به نقطه‌ای خطرناک رسانده. فیصل بن فرحان گفته به نظرم ما در مرحله بسیار خطرناک هستیم. در واقع ما نظارگر شتابگیری فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستیم، فعالیت‌هایی که منجر به از بین رفتن ارزش برجام می‌شود. که در واقع از بین رفتن ارزش برجام به این معنای کلمه است که در قبال وقت خریدن‌های جمهوری اسلامی به نقطه‌ای خواهند رسید که عملاً امکان
بهره‌وری از برجام نیست یا همانا تسلیح احتمالی یا تجهیز شدن جمهوری اسلامی به مقداری از اورانیوم غنی شده که محتملاً به مثابه یک ابزار بازدارنده در مذاکرات برای امتیازگیری بیشتر استفاده خواهد شد. این یکی از اون گمانه هایی است که می توان حول موضوع ارائه کرد. خب برمیگردم در همین رابطه، در رابطه با ستیزهای هسته‌ای، جدالهای برجامی و نقش کشور اسرائیل که مجدداً اعلام کرده، چرا که همه گزینه‌ها و گزاره‌ها نشانگر یک حمله احتمالی است. مقامات اسرائیلی گفتن که حمله قطعی خواهد بود، اما زمان اون فرا نرسیده. وزیر دارایی اسرائیل گفته که در برخورد با جمهوری اسلامی ایران فقط مسئله زمان مطرح است و این مدت خیلی طولانی نخواهد بود و سرانجام هم زمان آن فرا خواهد رسید، چیزی که بسیاری به آن در واقع در خیلی از جاها دل بستند و بسیاری منتظر آنند که اسرائیل این عملیات مهارگرانه هسته‌ای رو علیه نیروگاه های مشکوک جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. آویگدور لیبرمن این اظهار نظر رو در واکنش به گزارش های مرتبط با احتمال از سرگیری مذاکرات در آینده نزدیک بین قدرت‌های جهانی با ایران برای احیای برجام بیان کرد. او در گفتگو با سایت خبری اسرائیلی والا نیوز گفته هیچ اقدام دیپلماتیک یا توافقی مانع از برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد. یعنی بدگمانی در اوج، تا حدودی هم به لحاظ نشانه‌شناسی درست، چرا که اصولا فقیهان جنسشون تقیه کارند و به تناسب مصلحت دروغ رو روا می دارند. آقای لیبرمن افزود که ایران کره شمالی رو به عنوان الگو نگاه می کند. به رغم گام های دیپلماتیکی که تاکنون برداشته شده، ما شاهد توسعه بی سابقه برنامه اتمیشان هستیم. وزیر دارایی اسرائیل این را نیز گفت که ملت یهود نباید در هذیان زندگی کند. آدولف هیتلر کتاب خود یعنی نبرد من رو در سال 1923 نوشت و بعد قدرت رو در دست گرفت. اکنون نیز موضوع ایران مشکل جامعه بین المللی است، اما پیش از هر چیز معضل ماست. آنها تصریح کرده اند که سیاستشان نابودی اسرائیل است. قصد آنها جدی است که در واقع این تازه ترین تهدید از سوی کشور اسرائیل حول مهار مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی است که نشان از نوعی وفاق درون ساختاری کشور اسرائیل داره، علی‌رغم اینکه با تغییر دولت بعضن نشانه هایی پدیدار شده بود که نوعی عقب نشینی، نوعی انعطاف یا هماهنگی با امریکا پدیدار بود، اما از سوی دیگر عملکرد خود تهران در شاخشونه کشیدن ها از یک سو و تأخیر معنادار برای بازگشت به مذاکرات برجامی در سوی دیگر حکایتگر معانی دیگری است که از قضا کره شمالی شدن رو در افکار عمومی جهان و در اذهان عمومی دنیا بیش از پیش تقویت میکند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنه با یکی دو تا مطلب دیگر. مقوله FATF رو که به دفعات شما هموطنان عزیز ایرانی ما شنیدید، چه در داخل چه در خارج، از سوی رسانه مختلف هم این موضوع رو شنیدید. جدال بسیار طولانی مدت و سنگینی بوده بین مردان جمهوری اسلامی که یک قرارداد ضد پولشویی هستش، همه دنیا به اون پیوستن جز جمهوری اسلامی و کره شمالی. همون خط تشابه همیشگی خودکامگان رو در واقع به ذهن متبادر می کند و الان مجدد گزارش FATF از سوی همین نهاد جهانی مطرح شده که ایران و کره شمالی کماکان در لیست سیاه این گروه قرار دارن. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، همان FATF، دیروز اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده. به گزارش آسوشیتد پرس، اما جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی کماکان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی FATF، گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. این گروه با قرار دادن ایران و کره شمالی در لیست سیاه به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال های مالی با دو این کشور به طور مستقل اقدام کنند. خب بیشین شما بینندگان عزیزم آگاهی دارید که مقوله FATF برای چندین سال در دولت روحانی
بین مجلس، بین دولت و بین مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی مانده بود. محسن رضایی یکی از مخالفان تصویب آن بوده، گویا لایه های نظامی جمهوری اسلامی برای ارسال پول های بی حساب و کتاب بدون قبض و سند به گروه های تروریستی مثل حزب الله لبنان میخواستن کار کنن که جهان به هر روی در این رابطه مشخص واکنش نشان میداد و همین موضوعی بوده که مقامات نظامی جمهوری اسلامی سعی در نپیوستن به آن داشتن، هنوز هم به آن نپیوستن و بخشی از تأثیر تحریمی و حتی رفع تحریم برای دریافت پول ملت ایران از فروش نفت به مشکل FATF برمیگردد. یعنی حتی اگر رفع تحریم هم شود، اگر یک معاملاتی با کشوری مثل هند و چین صورت بگیرد که گرف از قضا امکان دریافت پول رو نداشتن، دیدیم در رابطه با عراق همین مسئله پیش اومده بود و مجبور میکردن کشوری مثل هند اینها رو که ادویه بخرن و به ایران ببرن، و این ضربه دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران هستش که علیه ملت ایران تحمیل میشود. دو سه تا مطلب رو خواستم اشاره کنم. به طور مشخص مقوله ورود همه جانبه سپاه پاسداران به حوزه مدیریت شهری پایتخت که عملا گام به گام فضای ایران میلیتاریزه می شود، نظامی تر می شود، تا جایی که سپاه به نام کفالت اجتماعی در محله های تهران مستقر می شود. البته این خبر مال یکی دو روز پیش هست، من هیچ که فرصت نکردم بیشتر به آن بپردازم. دیروز دیدم آقای زاکانی اومده در شهرداری تهران بعد از مدتی که حالش ناخوش بوده، خودش هم اشاره کرده که حال ناخوش بودن و حتی به شایعاتی که در رابطه با بدحالی ایشان مطرح بود یک واکنش کوچکی نشان داد. علیرضا زاکانی شهردار تهران در نخستین روزهای شروع به کار از تشکیل چند قرارگاه در تهران خبر داد که یکی از آنها قرارگاه اجتماعی خواهد بود. به گفته او در قالب طرح قرارگاه اجتماعی کودکان کار و معتادان متجاهر از سطح شهر تهران جمع‌آوری می‌شوند. این کار عملا کاری است که مددکاران اجتماعی در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی بایستی صورت بدن، کاری است که جمعیت امام علی داشت به کمک کودکان کار می‌پرداخت و عملا این فضا رو دارن نظامی می‌کنن. یک دست شدن نظام به سمت نظامی گرایی هر روز فزاینده تر می شود که این آخرین مورد آن هستش که دارن فضا رو نظامی می کنن که مبادا یک نهاد مردم نهاد، یک نهاد مدنی مثل جمعیت امام علی بیاید و کمکی به کودک کاری بکند، مساعدت اجتماعی صورت بدهد، چرا که دیدیم چگونه برخورد می کنند. اصولا از نهادهای مردمی که از دل کنشهای مدنی شهروندان سر برآرد، جمهوری اسلامی با اونها سر ستیز خواهد داشت. در رابطه با مقوله کنشگران حوزه محیط زیست همین مسئله رو به دفعات شاهد بودیم که چه تعدادی رو به زجر و زندان گرفتار کردن، بعضی ها رو اعدام کردن، بعضی ها رو کشتن و حبس های طولانی مدت. علی ای حال مجموعه گفته ها و اقدامات مسئولان شهری تهران نشان می دهد که فضای پایتخت اصولا دست نظامیان می افتد و تحت عنوان برخورد با متجاهران، معتادان متجاهر یا کودکان کار عملا فضا رو جهادی و سپاهی و تحت عنوان قرارگاه خاتم الانبیا کاملا دارن به اونها تقسیم کار میکنن. کابینه آقای رئیسی هم کاملا نظامی شده که شما آگاهی دارید. ده ها مطلب دیگر رو آماده کرده بودم که اشاره کنم، شوربختانه وقت بیش از این به من اجازه نمیدهد. خیلی مایل بودم در رابطه با راه اندازی شبکه اجتماعی اختصاصی دونالد ترامپ نکاتی رو بگم که خب حاوی نکات جالبی بوده. فقط یک نکته رو اشاره کنم، در تازه ترین شبکه اجتماعی رو که آقای ترامپ راه اندازی کرده، در بخشی از اون متن آیین گشایشش اشاره کرد در دنیایی که رهبران طالبان در امریکا از توییتر و فیسبوک استفاده میکنند و رئیس جمهوری پیشین امریکا نتواند از این امکان استفاده کند، طبیعتاً ضرورت دارد که بایستی یک شبکه اجتماعی اختصاصی تحت عنوان ترو یا حقیقت راه اندازی شود، که از منظر این جانب هم نکته به غایت هوشمندانه رو اشاره کرد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.